بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب احترام خدمت شما عزیزان و بزرگواران، مجردهای عزیز. لاما ها ظاهرا یه چند نفر لایی کشیدن اومدن چون به سن سالاشون نمیخوره مجرد بشن. حالا های بیند ما هم پذیراشون هستیم انشالله. شاید دوباره مثلا مجرد دوباره میخوان متأهل بشن، نمیدونم. من چند تا نکته رو عرض میکنم. اولا تبریک عرض میکنم، سال روز وصلت و پر از خیر و برکت امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو خدمت شما. به معنی واقعی کلمه روز عشق امروزه، نه این روزای در واقع من درآوردی که حداقل باید بگیم روز عشق پاک. این درسته؟ درستش کنیم؟ نه درست شده. عشقی که سرانجام داره صرفا شهوت نیست، خواستهای نفسانی نیست، تجلی انسانیت و اخلاقیاته. خدمت شما عرض بشم که چند تا نکته. اولا اینکه واحد قنداب یکی دو سالی رو در واقع صرف جمع‌آوری کرد. ما تقریبا استادی نمون که تو از خانواده صحبت کرده باشه و بچه‌ها رصد نکنه. از این ور آب بگیری تا اون ور آب. همه رو رصد کردن، بررسی کردن. بعد محضر شما عرض بکنم که کلیپ شد، دستبندی شد، خیلی زحمت کشیدن. یه وقتی به شما میگن چند هزار فایل، شما یه فایل یه کلیپ آماده کن، یه دو روز وقت تو میگیره. یعنی واقعا زحمت زیادی کشیده شد. همش هم رایگان در اختیار مردم ما میخوام قرار بده. ما مؤسسه همون مردمیه، با کمک های مردمی میچرخه، مردم نیت میکنه، با همین نیت هم باید در واقع چی پخش میکنیم، انتشار میدیم. در برخی از کلاس ها ثبت نام هایی شد از برخی از مجرد ها. اخیرا هم میپرسن که چی شد ما یه ثبت نام کردیم، کسی از ما خوشش نیومد؟ نه، حقیقتش اینه که اولا ما تا مجوزهای لازم برای این کار رو نگیریم اقدام نخواهیم که ما کار غیرقانونی به هیچ وجه انجام نمیدیم. این یک. دو اینکه خیلی از مؤسسات متاسفانه همینطور به هم معرفی میکنن، اون وسط یه پولی میگیرن، 20,000 تومان میگیرن رو هم معرفی میکنن و خیلی از اونها به طلاق منجر میشن. آره تو معرفی میکنه تو یه جا دیگه هم همدیگر میبینن، فکر میکنن مثلا آقا من رفتم خواستگاری یه دختره، مثلا این نکاتش با من جور بود، مثلا این آقا از خانومی میخواسته که چادری باشه، چادری بود، همین چادری که سبیا پوشی زن بهت نشون بدم که بابای ازت در بیاره نفهمی از کجا خورده. خب بیچارت بکنه. خیلی یعنی سطحی برخورد کردن. ما دنبال یه کار علمی و دقیقیم. من باور کنید دیروز جمعه بوده دیگه، سر ظهر جلسه گذاشتیم با یکی از این کارشناسای معروف در کشور، بنده خدا دیگه هماهنگیش رفتیم خونش، با این مسئول واحد قندابمون بنشیم رفتیم خونش که آقا ما می‌خوایم کار دقیق انجام بشه، کار علمی انجام بشه، بیاید شما چی می‌خواید، ما اونا رو براتون فراهم می‌کنیم، شما و دیگر اساتید بیاید اینجا، ما مخاطب خیلی خوبی دادیم، فراوانی داریم، به درد بخوره لااقل. بعد از اون طرف هم من خودم بالاخره به عنوان کسی که مشاوره میدم، واقعا بعضا توی این شبکه‌های اجتماعی و این طرف اون طرف، بعضا توی اینستاگرام برخی از اینا دکان دستگاه برای خودشون رو انداختن، نظراتشون رو میگن، واقعا من نگران میشم، میترسم. میبینم دقیقاً نکاتی که داره توصیه میکنه به زوجها، همونایی که وقتی به ما رجوع میکنن بهش میگیم بذارید که نه تا زندگیتون درست بمونه. یعنی دقیقاً موجب طلاق میشه. بعد میگن چرا آمار طلاق انقدر بالاست؟ یه بخشش خود مشاوره. جدا عرض میکنم یه بخشش خود مشاوره. یکی از اساتید معروف کشور ما تو تلویزیون، حالا اسم نمیبرم چون برنامه آی دوخانچی اومد نشست، یه دایی کرد گفت من میگم بالای 80% طلاق کار مشاوره است. من حالا نمیگم اونقدر، اما مقصرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا این هویت این جامعه مخاطب درک نشده. من دو مثلا طرف یه چیزی تو این کتابای موفقیت خونده، مثلا میاد همونو به خورد ملت میده، هر وقت در مقابل همسرت نمیدونم اینطوری گفت تو این کارو کن، شما داری صورت مسئله رو پاک میکنه، مشکل حل نمیشه، باقی میمونه، پدر طرفم در میره، از قضا طرف پرروتر میشه، یه قدم هم میاد جلوتر، اما حالا تو میپرسن. اینطور نیست. ما واقعا دنبال اینیم که کار علمی صورت بگیره. باور کن من با این مجموعه رفتم جلسه گذاشتم و مجموعه که نزدیک 200 نفر متخصص داره،
200 نفر کارشناس خیلی حرفا، حالا یا دورکاری ان یا پاره وقتن یا تمام وقت اونجا کار میکنن، که فقط یه سری سل تست هایی رو آماده بکنین، مجموعه 300 تا سوال 400 تا سوال، که شما اون تست ها رو وقتی بدید واقعا شخصیت شما مشخص بشه کی هستید و نتونید دروغ بگید. ببینید توی دنیا فکر کنید چجوری شناسایی میکنن افرادو، یا حول یک عملیات یه چیزی خودشو نشون میده که خیلی سخته. حالت دیگه همین آزمون های بسیار ماشین داره میاد تو آزمون های بسیار فن، ما تو زیرزمینیم صدای ماشین داره میاد، حالا آزمون های بسیار فنی که طرف نمیتونه، حتی یکی از مجموعه های نظامی این گروه رفته بودن بررسی کرده بودن، بررسی انجام داده بودن، با بیش از 90 درصد دقت بهترین فرد اون گروه انتخاب کرده بودن با اون مدلایی که اونا میخواستن. مثلا میگفتن فردی که بیشترین روحیه جهادی رو داره ما معرفی کنید، توی مجموعه نظامی ازش خواسته بودن، توی دانشجوهای افسری. اینا تست داده بودن 5 ساعت تست طول کشید، وقتی تموم شده بود فردی که معرفی شده بود دقیقاً کسی بود که برای سردوشی گرفتن قرار بود از رهبر انقلاب بره سردوشی بگیره، یعنی اینقدر دقیق. خب حالا اینا ما میخوام بیاریم کجا؟ توی بحث خانوادگیش طرف بده یه آزمونی رو انجام بده، همون اول یه پالایش و یه پایش خدمت شما عرض کنم، یه غربالگری درست و اصولی صورت بگیره. چون حالا من عرض خواهم کرد محضر شما بزرگواران، اصلا خیلی وقتا اصلا هر دو طرف آدم خوبی هن، اما زیر یه سقف واقعا اینا با هم نمیسازن، یعنی قطعا این زندگی تنش خواهد داشت. خربزه و عسل هر دو تا شیرین خوب خوشمزه با هم نمیسازن. شما دو تا مدیر رو بنداز زیر یه سقف جون هم، هر دو تا روی مدیریتی دارن فرد و دعوا. اینا باید دقت کرد، اینا دقت نمیکنن متاسفانه تو معرفی ها. برای همون صبور باشید، اولا مجوز قانونیش باید گرفته، حتی مجوز هم گرفته بشه، بحث علمیش آماده نشه ما کاری نخواهیم کرد. نمیخوام شما فردا برید خوشبخت بشید، خوشبختی مال خودتونه. یه وقت خدای نگه زنی تو مشکل بخوره فوشاش مال منه. کسی هم جلو نیومد درست حسابی کار کنه، وگرنه ما وارد نمیشدیم. بحث خانواده برای من خیلی مهمه. توی مملکت اصلا اهمیت نداره خانواده. اگه بود حداقل یه کانال تو تلویزیون میداشت. هر جنگولک بازی تو مملکت به صورت تخصصی کانال داره اونجا. کانال سریال از فیلم جداه. مستند کانال داره، ورزش کانال داره. بازار، میخوای بری خرید بکنی کانال داره، خانواده کانال نداره. چون اصلا ما حرف مفت میزنیم. قانون اساسی ما، پیغمبر ما، رهبران ما همه دارن میگن خانواده، در عمل آقایون نمیرن سراغ این. از همینجا مقدمه باشه که عرضم رو شروع بکنم. ببینید ما توی اسلام فرد و اجتماع نداریم، فرد، خانواده، اجتماع. مهمترین عنصر خانواده است. اگر این کشور ما بر مبنای قواعد صحیح و دقیق اسلام بخواد پیش بره، تمام مزایا رو باید گذاشت برای خانواده. یعنی طرف میل به تشکیل خانواده داشته باشه. اقتصاد اینو بگه، فرهنگ اینو بگه، آبروداری اینو بگه. ببین الان تو عراق چرا اینقدر عراقی ها عاشق پذیرایی هن؟ چون فرهنگشون اینو میگه. فرهنگ عراق پوز دادن به اینه که دیشب به 2000 نفر غذا دادن، با این برای هم کلاس میذارن. وقتی شما فرهنگ جامعه به سمتی رفتش که فردی زندگی کردن شد اصل، نباید انتظار داشته باشی و کسی که ازدواج میکنه چپ چپ نگاش کنه دیوونه است، رفته زن گرفته، دیوونه است شوهر کرده. وقتی ببینید الان ادامه تحصیل تو کشور ما شده یه اصل، طرف برای فرار از آینده تحصیل اضافه تر انجام میده. الان بیکار شدن دوباره میرن یه ارشد دیگه میگیرن. این میبینید این میخواد فرار کنه، من که این شده اصل، این شده مبنای فخر اجتماعی. افتخار کنی بگی که آقا من اینم فلانم، ببین من دکترا دارم. حالا این دکترا چیکار میکنی؟ هیچ. تا
طرف فنی حرفه‌ای درس خونده، دیپلمشو گرفته، سر کاره، دو تا خونه داره و دکتراش الان مستاجره. ما اینجوری ساختیم دیگه. خانواده باید اصل باشه. شما تو فیلم هالیوودی هم نگاه میکنه خانواده اصله. اونا رسیدن به این. بابا شما که همه چیتون میخواید عده غربی رو در بیارید، این چیزا رو عده غربی رو در بیارید. مزایای اقتصادی باید به این سمت بره. یعنی تا موقعی که شما اصلا مجردی باید تو سختی باشی. کشش باشه، مکش باشه، جذبه باشه به سمتی که شما برای خانواده تشکیل بدید. قوانین باید برای این باشه. سهمیه بیشتر برای متأهلا باید باشه. خونه اگه میدن وامی میدن به متأهلا بدن. کسری سربازی و اینجور چیزا برای متأهلین باید باشه. همه چی به این سمت بره که اصلا طرف به صرف ازدواج کنه. صرفه اقتصادی فرنگشنامی تو ازدواج کنه. نه الان که دقیقا عکس اینه. چه این الان ازدواج کنه کدوم قبرستونی میخواد تو همین تهران بره خونه زندگی تشکیل بده؟ اینا اگه حواسشون نیست به جامعه، خوابن، ما ملای مردم، ما خودمون مستاجریم، درگیر خونه پیدا کردن این طرف اون طرف، واقعا هزینه ها عجیب غریب بالاست. یعنی عملا ازدواج نکن. به زبون بی زبونی از این بر آقا ازدواج کن، در عمل که با دست پس میزن و با پا پیش میکشه، با قواعد و قوانین و ساختارش میگه ازدواج نکن، مجرد بمون، اما حرف علکی ببیزن آقا ازدواج کن، آقا بچه دار شد. و چجوری بچه دار بشه؟ 1,000,000 بهتون میدیم بچه دارش. بدبخت باید فقط برجه میرون پول پوشک بده. این عزیز من. من تو با مطالبه به وجود آوردیم. خب تو دقت بکنید. 5 سال داریم داد میدم سر وام ازدواج. من تکون خورده دیگه. اومده بالا. ادامه خواهیم داد. اینا باید قواعد درست بشه. نه اینکه حالا وامم بیاد بالا گرونیام بره بیشتر بشه. هیچ عملا در عمل هیچ اتفاقی نیفته. تو مملکت ما وام مسکن میدن که میبینی بعضن 5% قیمت خونه است. اروپا وام مسکن میدن 60-70% قیمت خونه است. کشورهای 100% قیمت خونه رو به وام میدن. همه قذافی که انقدر فوشش میدن به معنی دیکتاتور خلوز دل دیوونه میشناسن، آقا محافظاش زن بودن و نمیدونم فلان این چیزا، بعید میدونم کشوری در دنیا به اندازه لیبی سیاست های سوسیالیستی مارکسیستی داشت. بعید میدونم. تقریبا هزینه بهداشت که هیچی، رایگان رایگان بود. به طرف ازدواج میکرد یه خونه بهش میدادن. تا 5 سال رایگان اگر بچه دار میشد تمدید میشد با یه خونه بزرگتر. تا دلتون اگر تو داخل تو رو نمیتونستن درمون کنن میگفتن این ایراد بر حکومته. بخش قابل توجه از هزینه درمان تو خارج کشور میدادن. عجیب غریب بوده. بعد ما اینجا بیایم هر روز قیمت مسکن رو ببریم بالا، شغل کم، حقوق پایین، ازدواج کنیم. جو که دیگه میگه ما رو مسخره کرده. ما در عمل چیز دیگه میگیم، یا 3 نفر توی جزیره گیر کرده بودن، یارو با هلیکوپتر من 2 تا بیشتر جا نداشت. رسید و دید این دو نفر اونجا کمک میگن، لهجهشون فهمید دو تاشون همشهری خودشن. از همون هم شروع کرد. گفت 2 علاوه 2، گفت 4، بار کلا بیا بالا. گفت من 2 تا بیشتر جا ندارم بسال. به دومی هم گفت 2 تا، گفت 5 تا، گفت آفرین 4 تا بیا بالا. به اون سومی که رسید گفت جزر 1,367,795 ضرب در تانژانت زاویه 33 درجه بکن. تقسیم برای مثلا نمیدونم شعاع کره زمین کن. یارو گفت بگو نمیبرم دیگه. الان حکایت اینه. واقعا این موانعی که سر راه ازدواج گذاشته شده اینه. این محاسبه است. محاسبه ذهنی همینه. بعد بگی بیا ازدواج کن. اما ما توی قنداب، یعنی بحث واحد خانوادمون، 3 بازه زمانی رو مد نظر قرار دادیم. یکی پیش از ازدواج، یکی حین ازدواج، یکی پس از ازدواج. مشکلات پس از ازدواج هم ادامه داره، باید حل بشه، باید یاد بگیری کن. الان بحثایی که مطرح میکنی مال قبل ازدواج، خوب دقت کنید. یعنی اصلو باید بر این بگذارید که اینجوری بشه. هرچی اینجا دقت بکنی اونجا راحت تری. متوجه شدید؟
خواهشن چشاتون رو ببندید، چشاتون از حدقه در بیاد، عاشق نشید یه خورده. خب یه خورده عاقلانه اول بیاندیشید بعد برید عاشق بشید. نمیدونم چیکار میخوام بکنید، وگرنه بعدن شما هم جز این یک سوم طلاق مملکتید تو تهران. بالا شهر که بالا 60 خورده 60 درصد رسیده. فکر نکنید اینا از اول میگفتن ما طلاق میگیریم، اینا از اول دو عاشق دو پرنده یه نمیدن این چطور به دو کرد میگن. فکر نکنید شما میتونید یکی از همینا باشید. من دارم میبینم مذهبی، غیر مذهبی، نیمه مذهبی، تمام مذهبی، فوق مذهبی، دارم چی همینه الان همه دارن طلاق میگیرن. میگم بابا پسر اومد دفتر ما با اینقدریش خدا شده اینقدر داشت قسم شد خدا شد نشست کنار صندلی رو زمین های های گریه میکرد، گریه مرد گنده زار میگفتم چی باید دست زنم. خانومش چی؟ کارشناس و امور فرهنگیه نمیدونم چی چی، یه چشش هم بیرونی این توهمات بیاد بیرون. مثل آدم انتخاب کنید. اینا رو درست انجام دادی اونجا خیلی جلوتری. اینجا دست در رفت ما نمیگیم طلاق بگیر، میگیم درستش کن. متوجه شدی؟ اما خب اونجا پدر جدت میاد جلو چشت تا جایی که میتونی. اینجا ببین، اینجا صد زدنه. حالا در رفت یه سوراخی هست، یه آبی داره میاد، چیکارش کنیم؟ حالا میگیم ببین اینجا راهکارهایی میشه گذاشت. اصل اینه. یعنی برای همین گفتیم مجردا. حالا شاید بعضیتون میگه ای وای، مثلا من اینا بگم از مطلب میگن این دقیقا نقطه مقابل همسریه که ما فکرش. بله حالا دستت راه رفت، نمیگم طلاقش بده، اما قابلیت مدیریت داره. اما سخته. دیوونه ای میخوای بری جنگ اعصاب داشته باشی یا میخوای لذت ببری از زندگیت؟ همینایی که شما عاشقشونید، عاشق میشید، دیوونه میشید، میرید زن میگیرید، شوهر میکنید، حالیتون نیستش با اینا، غریزه است عمدتاً. 6 ماه اول تموم پریده رفته یارو پیشت باشه. به چه زبونی بهتون بگم؟ عبارت دیگه میخوام استفاده کنم جلو خودم میگیرم، به خدا قسم زشته. دیوونه نشید. همتون عاقلید الحمدلله. الله عاقل و یکفیه الاشاره. اشاره کافی شه. جدی عرض میکنم. با من گفتم تو سخنرانی، من مورد داشتم، دیدم طرف پسر طلاق داده، زنر برای چی گرفته بوده؟ چون شبیه فلان بازیگر زن بوده. بعد جالبه دقیقا الان از اون بازیگر زن متنفره به خاطر زنش. آره این بابا، این یه هورمون ترشح میشه تو خون لامصب، معلومه نیست کجا بریزه این تو خون. مواظب باشید جلو چشاتونو بگیرید. آره مراقب باشید. اگه دیدی یه محبتی تو دلت داره راه پیدا میکنی، محبت اصیل نیست، همون اول پس بزن. بو این اصلا به من نمیخوره، غلط کرده، دلم داره همچی کار میکنه. نظر عمیق بشه، عمیق بشه دیگه نمیتونی دیگه خب باشه یو میبینیسم کرو کور میشی. به خدا همه چیو چپ چلاق میبینی. بعد اخلاق یارو ابهت میبینه طرف، اصلا یه چیزایی، اصلا طرف کنه اون مسحوره، سحر شده انگار. اصلا یه بابا اصلا یارو کج و کلاس، اصلا نمیبینه، نمیبینه ایرادات ظاهری طرف رو نمیبینه. خدا گواهه به چه قسم میخورم انقدر دارم آتیش میگیرم به خاطر اینکه من میگم بابا بیایم از سرمنشه ماجرا رو حل بکنیم. دید برای چی؟ میگه آقا نذار هر محبتی تو دلت بیاد، هر هرزه رو را ندید تو دلتون. در مرتع خیشتن چریدن ممنوع، و از عرصه عشق پا کشیدن ممنوع، بر سردر آستان دل این سخن است، ای هرز دلان ورود اکیدن ممنوع. راشون ندید، راه میدهیم اونجا وای میسته دیگه، خوشخوشکانش میشه، پیکنیک پهند میکنه قشن دیگه، اونجا زیر اندازم میرزه دیگه، نمیره بیرون. بعد بیچارت میکنه، عمری رو ازت میگیره، اعصابی رو ازت ضایع میکنه، آبروی ازت میبره، ضربه اقتصادی. بیا ببین زندان، ببین چقدر زندانی مهری هم. شما اینجا نشستید، انشالله پاتون اونجا جا نشه. ما رفتیم سخنرانی، بازیگر من دیدم اونجا، آدم ورزشی من دیدم، سیاست مدار دیدم، جوانای اونجا میدم، گفتم میپرسیدم از مسئول فرنگی زندان، پرسیدم اینا کی هن؟ یه روحانی بود اون موقع،
پرسیدم چطور؟ گفت خیلی هاشون زندانی مهری هم. یعنی همون که عاشق شدی نه تنها خوشبختت نکرد، چپونده تو زندان، کاری که شاید یه آدم عادی تو خیابون با تو نمی کرد قطعا. آره میخوام دقت کنید همه تون. امام صادق علیه السلام میفرماد ازدواج، زن، شوهر، همسر، مانند گردنبند دور، قلاده دور گردنت، گردنبند دور گردنت، ببین چی گردنت میندازی، بستی دیگه. به این سادگی ها نیست باز کردنش. خوب فکرتو بکن. اینا همه دارم گفتم مخاطبم امروز مجرد ها. خب آقا چجوری انتخاب کنیم؟ این یه جلسه نیست ها، من یه جلسه ادامه دار خواهد بود. خب نمیدونم حالا شاید دو جلسه سه جلسه نمیدونم چقدر من خودم ادامه بدم. اساتید دیگه هم خواهند اومد، حتما شرکت کنید بهره ببرید. دوره‌های قرار برگزار بشه. الان دوره تربیت جنسی کودکان رو داریم برگزار می‌کنیم ویژه والدین. الان سند 20 اینا نگرانی به وجود آورد تو خانواده‌ها. بیاید بشینید، بهترین اساتید کشوری برای شما می‌شونیم. بدون آقا بچه سوال پرسید بگی به لکلک آورده کجا آورده اینا رو بدونی چه جور جوابشو بدید. آقا بالاخره باید بدونه دیگه، الگویی هست. آقا چهار تا آدم باسواد نشستن الگو رو در بیارن، مبتنی بر دین خودمون، مبتنی بر ارزش‌های خودمون. آره اتفاقاتی صورت گرفت، کاری کردن، چش می‌خوایم این کارا رو انجام بدیم. دوره برگزار می‌کنم مثل دوره مهدویت، مثل دوره رسانه، شروع کنم آموزش دادن آدمو دیگه. بعد از پایان دوره ها بنام بر اینه که واقعا اینا پک‌هایی بشه و توی در واقع عموم مردم انتشار پیدا کنه دیگه. طرف یهو می‌خواد ازدواج کنه، برین 10 تا سخنرانی گوش کن قبلش، راحت این 10 تا سخنرانی 4 تا جزوه رو بخون. هدف اون اینه. هزینه هایی هم که برای دورهای مثل مهدویت و رسانه اینا مثلا گرفته شده، هزینه یر به یره. یعنی ما قشنگ قیمت سالن میگیریم، قیمت حتی بعضی موقع یه جوریه که یه استاد بلیتش کنسل میشه، یه بلیت دیگه میخوایم بگیریم، دیگه از مؤسسه پول میدیم. شما تا حد یه بلیت استادم حساب کردیم، مثلا در جریان باشید. خب اولین مسئله که میخوام خوب بهش دقت بکنید، جهت کلی همسر شما باید با شما یه طرف باشه. هدفش از زندگی چی؟ این سؤل امنیه که تو قرآن به ما یاد دادن تو ادعیه‌مون هست یعنی چی؟ گفتیم که سؤل خواسته ماست، از همون سأله و اینا میاد یعنی خواستن. خب شما امنیه هم یعنی اون آرمان ما. ما امنیه های مختلف داریم، میگیم آقا میخوام دکترا بگیرم، این یکی از امنیه شماست. یکی دیگه اش میگه میخوام ازدواج کنم مثلا با یه آدم اینجوری، با یه خانم اینطوری، با یه آقای اینطوری باش. میخوام نمیدونم 10 تا 5 تا 4 تا چی تو مختونه. اینا اون جهت دهنده های اصلی زندگی شما. بعضی هستن به شدت عشق اینو دارن استاد دانشگاه باشه، این رو مخش نشسته دیگه. یعنی هر کاری کنی مثلا عشق میکنه، مثلا چهار تا دانشجو دنبالش بودن، استاد این نمره چی شد، این کلاس، این ساعت، کیف میکنه یارو با اینو زنده است. خب این گرفته تو مخ این آدم نشسته، خیلی هم نمیشه کاریش کرد. خب داره جهت میده به تمام زندگیش، این تمایلات منطق ساز این آقا یا خانومه. اینا رو بعد بشه این چند تا امنیه همش در یک راستاست. باز دوباره اون 4 5 تا برای یه هدف هستی. الان از همتون بپرسن سعادت، مزخرف میگید دیگه. بعد سعادت میگید 95%تون هم سؤل نداری تو زندگیتون. من پرسیدم یادم شد هیچ که تقریبا کم دیدیم آدمایی که من یه هدف غایی دارم اینه. این امنیه ها، امنیت شائقن یتمنا تو دای ندبه میخونی، یه تو خواسته هر کسی هستی که به تو شوق داشته باشه، اینا در جهت یه چیز دیگه است. ببین حضرت موسی چی گفتش که خدای رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این چند تا خواسته خواستن، اما خدا میفرمه قال لقد اوتی سؤلک یا موسی، خواسته تو بهت دادم. یه دونه داره میگه، یه خدا میگه میدونم همه اینا برای یه چیزه، تو میخوای این بنی و اسرائیل رو نجات بدی از گمراهی، از این بند اسارت میخوای نجات بدی. خدا هم اون چیزا رو بهش میده. باشه خواسته تو قبول کردیم، این خواسته اما زیرش خواسته هاست. این خواسته هاتون یک، دو،
دو خواسته اصلیتون که اینا رو جمع میکنه چیه؟ این خیلی مهمه، واقعا یه سوال کلیدیه. زن شما، شوهر شما دنبال چی از زندگی؟ دنبال این که مثل گوسفند زاد و ولد کنه بعد بیفته تلف بشه بره؟ این که زندگی ببعیواره، بزرگ میشه به دنیا میاد، جفتیابی میکنن، جفتگیری میکنن، اشغالشون هم میکنه، چرایی هم میکنن و بعدش هم میمیرن، ضررشون هم به کسی نرسیده، گوشتشون هم که دو صد و صد و بیسته بده، از بعضی از آدم ها جلوترن، چون بعضی از آدم ها همین کار رو میکنن، گوشتشون هم به درد نمیخوره، نه مشکل اشتغال دارن، نه در سر همسریابی و همسرگزینی و اینا دارن، تو گلم جمی چرخه یکی رو نگاه میکنم. درست شد؟ بعض بعضی میگه اولا که کل انام بلپم ازم، ما فکر میکنم این جلادا رو داره میگه، اونا که آدم میکشن و نمیدونم فلان، الزاما نیست، آدمای غافل کل انام بلپم از الله. بابا تو آدم آفریده شدی یه 7 8 سال به عمر دادم، چه غلطی میخوای بکنی؟ چه توشه انتخاب کنی برای آخرتت؟ تو زندگیت به چه سمتی داری میری؟ ببین آدمای آرمانی ها اصلا شما فکرش هم نمیتونید بکنید، آرمانی ازدواج کردن، الان دارم میبینمشون جوری درگیر زندگی شدن. دعا کن هفته دو روز نماز صبح رو بتونه بخونه، تا دو سه نصف شب بیدار، بدبخ از نصف شب از سر کار برمیگرده، درگیر زندگی شدن، تموم شد، این اصلا هیچی، مجرد بود با خداتر بود. طرف میگه آقا فلانی هیئت نمیاد، میان زنگ گرفته. عجب، یه تضادی بین ازدواج امام حسین وجود داره ظاهرا از نظر این جماعت. یعنی تو مدیریت میکنه عباداتشو، بعضی هم شروعشو در میارن دیگه، صبح تا شب هیئت، حق داره زنه. فلان خانم کلی اثر فرهنگی داشته، کار فرهنگی داشته میکرد، چی شده؟ نیست، شوهر کرده. بعد حالا شوهرش راضی نبود، این داشته فعل گناه انجام میداده، هر روز با نامحرم هر کچر داشته، یه قبرستون یه جایی فلان، نه شوهرش خوشش، خوشحالش خیلی غلط میکنه، اما الان شوهرش دیگه شرمنده. اینا باید قبلش میگفت، الان دیگه کار نمیتونه بکنه، الان شرع هم میگه باید حرفش گوش کنه، بله عقل هم میگه باید حرفش گوش کنه، و این عرض خود تنش داشته باشه. چیکار میکرد حالا مثلا این خانم؟ هیچ، باید بخواه موقعم تو خونش میشسته، روزی یه دونه حدیث در میآورده میذاشته توی کانال تلگرامی مثلا انتشار میداده، شوهره راضی نیست این حدیث در بجه. من دیدم مردی که اجازه نمیداد همسرش در مطالعات دینیشو تکمیل کنه، میپرسیدم چرا؟ میگفت این دینش تکمیل بشه به حقوقش آشنا میشه، پدر منو در میاره. من خودم دیدم. آدم بی خود و عوضی ما کم نداریم، ولو نماز بخونه، ولو ظاهر مذهبی هم داشته باشه. بارا بابا اینا کشکه برای اون هم موقع زندگی برسه حالتو میپرسن. این آدم های آرمانی من کم ندیدم. اینا رو باید همون اول آرمان شما از زندگی چیه، سؤال شما باید آقا میخوام زندگی امام زمانی داشته باشم. ببین زندگی امام زمانی سخت و حرف مفت نزن، هم خیلی آسونه هم خیلی سخته. آسون برای چی؟ آسون به خاطر اینکه با دو تا حلقه میرن سر خونه زندگیشون، با یه مهریه کم و یه جهیزیه بسیار ساده میرن خونه سر خونه زندگیشون. سخت جلو مزخرفات مردم میتونی تحمل کنی؟ ولا یخافون لومت لائم هستی؟ فرد گفتن رفتیم سر خونه زندگیشون، اخ خونه شون ندیدی، فلان چیز نداشت، بند خدا بدبخت بیچاره، ککت نمیگزه دیگه انشالله دیگه. اینا سختیاش. بله با هر کسی دیگه نمیتونید رابطه داشته باشی، هر مراسمی دیگه نمیتونید برید، براتون مهمه، بچه‌تون رو نمیخواد لقمه هر کسی رو بخوره، تربیت براتون مهمه، درگیری ها شروع میشه، تنش شروع میشه، چون تو نمیتونی خانواده رو حذف کنی، که دایی طرف رو حذف کنی، خاله طرف رو حذف کنی، عموی طرف رو حذف کنی، میشه؟ توصیه هم نشده به این کار، این همه تاکید بر صله ارحام، این همه تاکید بر حقوق همسایه،
امیرالمومنین میفرماید انقدر پیامبر بر حقوق همسایه تاکید کرد که ما گمان بردیم از ما ارث میبره. این هر روز چش تو چش زن همسایه مرد همسایه چیکار کنه؟ تو آسانسور پنج طبقه اینجوری سلام کرده جواب بدم ندم چیکار باید بکنم؟ تنشا شروع میشه. تو چرا به این زن سلام دادی؟ و چیکار کنم سلام کرده؟ نه اونو تو دیروز نمیدونی چه خبر کجا بوده فلان شروعش غیبت تو اومد اه میبینی؟ حرفش آسون بود. اینجا با اول باید سنگتون رو وابه کرد، تعارف نداشته باشید. با آقا این از نظر من زندگی مهدوی یعنی این، از نظر منم نظر خداست. من زندگی ساده میخوام مثلا. وقتی هم زندگی ساده خواستی زبل بازی در هر موقع، آقا اینو میگم، موقع مهریه 14 تاش کنی اون طرف هم موقع جایزه نه سخت بگیری، بگو بگه نمیخوام خانوادتو به خرج بندازه تو این سختی با این مشکلات اقتصادی. و الان واقعا هر دختری شوهر بدی یه بار دوز زده بخونت، یه دوزد اساسی زده ها، یعنی کل وسالتو برده یه سری دفترچه قسط هم گذاشته گفته این دارم برو بده. واقعا این طوره ها، خیلی گرون شده وسایل. بعد اینا مهمه زندگی امام زمانی؟ نه من حتما یخچال سایت میخوام. مورد شور ببره تو رو بان فهم و شعورت. آبرو امام زمانو چرا میخوای ببری؟ آه نمیشد. بعد جالبه نصف این وسایلی که تو جایزهشون میگن اصلا استفاده میبینی نمیشه تا پنج سال اول زندگیشون، فقط بهش خمس میخوره. هیچی. نه مگه من میشه؟ میدونید که اصلا بزنید تو اینترنت جهیزیه لیست داره، میزنید لیست جهیزیه براتون میاد، قاشقا فلان انقدر نرم، چنگال فلان انقدر نرم، آشخوری، سوبخوری، کوفخوری، دردخوری. اون یه قاشق باید غذا بخور دیگه. من الان میبینید تو مخ بعضی از خانومه اینه وای ببین چی داره میگی، یه قاشق بردار غذا بخور، یعنی بیماری مشکل داره. من دارم به نفع خانواده تو حرف میزنم، حالیت نیست. بابای تو بدبخت میشه، پدر مادر تو هم بعد اینا رو بخرن. خب دعوا سر نمیدونم 4 تیکه من 5 تیکه اون بعد بخره، دیدید دیگه. بعدش هم الان من اونجا بودم میشنم صدای من داشت میومد، صدای داد بیداد خودم میومد برای جایزه. بعد بیار اینا رو ردیف کنه رو زمین، ملت بیان نگاه کنن که ببین ما کم نذاشتیم. حالا عکسش میاد بیرون دیگه، توی دستشویی فرنگی رو باز کرده، آب ریخته توش، نمیدونم چی ژل ریخته اون تو، توت فرنگی گذاشته. عکساش حتی تو اینترنت. خودی بیمارن اینا. نه خونچه عقدش نباید تو امین آباد بندازی. سفره عقد داد اونجا بندازی. خود دیوونه است دیگه. خب همینجا میشه چی؟ فرهنگ میشه. مطالبه میشه. خطرناک. اولین چیز بعد چی شد؟ هدف اصلیتون چی از زندگی؟ آقا امام زمانی میخوام زندگی باشه. من اصلا سر در نمیارم زندگی امام زمانی چیه. بریم اگه نفر که میفهمه بپرسیم. معیارای ما چیه؟ آقا یه زندگی امام زمانی یه زندگی هر لحظه امکان مجاهدت فراهم باشه طرف باید جهاد بکنه در راه خدا. این جهاد، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد نظامی هم لازم باشه بره انجام بده. نه اینا بر مردم خوبه، بر ماها نه. زندگی امام زمانی زندگی ساده است. نه آقایی که صبح تا شب میاد حرف مف میزنه تو رسانه، برید خونش کجاست. آقا مسئولیت ندارم. درسته مسئولیت ندارید تو این کشور، هر جا خواستی میتونی زندگی بکنی، اما تو الگویی، الگوی اجتماعی. فردا همسایت برمیگرده میگه نبا کنی آدم دم از امام زمان میزد، ما که میدونیم الان 200 متر خونشه. بشین برای مردم نسخه بپیچ. نه یه منتظر حرفی که میزنه اول خودش عمل میکنه. این واقعیته. در مجموع میگم این آدم، این دوتا بردار باید همسو باشن. ریاضی چی میگه؟ علم فیزیک چی میگه؟ میگه این دوتا بردار همسو نبودن دیگه باید زاویه بینشون رو محاسبه کنی. درسته؟ دیگه سختی ها شروع شد. اینجوری میگه این 3 این 5 8 تموم. دیگه حالا باید درگیری داری.
تنش داری، از تو کم خواهد کرد، 5 تا این ور، این 3 تا این ور میشی 2. یعنی حتی اثری که تو به تنهایی هم داشتی نه تنها برای تو فزاینده نبود، که از تو گرفت، بیچارت کرد، تمام انرژی طرف رو گرفته میشه درگیر. به خاطر چی؟ دعواهای خانوادگی. یه توییت زدم چند وقت پیش، من یکی از این متخصصین مغز و اعصاب صحبت میکردیم، میگفت بابا خیلی اینا شب تو خواب سکته میکنن میمیرن، میگفت میارنشون اینجا، میارنشون اینجا بیمارستان، میارنشون اورژانس اینجا، وقت داریم بررسی میکنیم میبینیم پسره داره به مادرش داد و بیداد میکنه، تو به کشتنش دادی، هی گفتیم ولش کن، انقدر کشش نده، هیچی دیگه، قر 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 دعوا، مرد شب سکته کرد، یا نصف کج و گلوف داده رو تخت بند خود. خب تو رفتی چیکار کردی؟ قاتل استخدام کردی؟ یا میخوای لتس کن و الیها، دنبال آرامشید یا دنبال جنگی؟ اگه فقط دنبال آدرنالینید، اگر به دنبال هیجان هستید، اگر به دنبال تنش هستید، اگر از زندگی آسایش آسوده خسته شده اید، مثلا اینجوری ازدواج کنید. خب همین الان یکی از سیاسیون ما درگیر پروندهش حکم قصاصش آمد. بگه فکر کنید، چرا این فکر میکنید نمیتونه؟ بابا از یه سیاستمدار میدونی یعنی چی؟ یعنی حواسش هست هر چیز رو تا جزئیات باید فکر کنه، تا 10 اثر از هر طرف رو بررسی کنه، این شطرنج باز تا 7-8 حرکت شطرنج رو محاسبه بکنه. یعنی هی میومدن میگفتن آقای فلانی اومده تو تلویزیون گفته قلیون بکشن دخترها چه ایرادی داره، ببینید این آدم مثلا چه روزگاری مثلا فلان، آقا مثلا دعوای مثلا سیاسی موافقین مخالفین سر اینجور چیزا بس میاد، یه روز یه خبر اومده با 5 گوله رفت زنش کشته. چرا اینجوری شده؟ اول عشق نبوده، اون موقعی که میگه اومده نشسته بود سر جاش، بلند شد گفت شما بفهمه من جای شما نشستم، نگاه ها به هم گره خورد، یه لحظه مثلا دلا قلیجی ویلیجی شد، نمیدونم چی شد. پس این قلیجی ویلیجا میره، از ما گفتن، از شما هم نشنیدم، حجت که میتونم بهتون تموم کنم، نذار هر محبت تو دلت بیاد. دیگه داره قلیجی ویلیج میره، شاید بی خود داره قلیجی ویلیج میره. این معیار هست، این که به دل بشینه، متوجه شدید؟ این هست، اما اصل نیست، چون اینجا صرفا شما شهوت رو غلبه دادید، بیچارتون میکنه. تقریبا میخوام بهتون بگم این چیزایی که در مورد عشق و عاشقی و اینا بهتون گفتن، اینا همش یه سری بحثای علمیه. برید بشینید با یه پزشک، با یه نورولوژیست بشینید، براتون همه رو باز میکنه. یعنی شما میگه عشق، اون فرمولش رو میکشه رو کاغذ بهت میده، میگه اینه این عشق، خواسته سرنگش هم از تزریق کنیم برات. قرآن هم شخم بزنی یه دونه عشق پیدا نمی‌کنی. حب هست، محبت هست، داره این ریشه داره، این عقل پشه، عقلانیت پشتش، منطق پشتش. همه ما مامانامون رو دوست داریم عمدت. چرا؟ محبتش رو دیدیم، عقل میگه باید اینو دوست داشته باشی، زندگیشو گذاشت واسه تو. حالا مامانم قیافه چه شکلی باشه چه اهمیت، اصلا صورتش بسوزه چه اهمیته، محبتم کم میشه بهش؟ نه، یه محبت، محبتی که به پدرمون داریم، محبت عمیقه، یه محبت ریشه داره، حس تکیه کردن به یه کوه این ارزشمند. در یک جمله، ما باید به دنبال همکف خودمون باشیم، بریم یکی رو بگردیم که هم راستا با ما، هم سنخ باشه با ما، هماهنگ باشه، همتا باشه، تناسب داشته باشه، همتراز باشه. هر چی این بیشتر بود راحت تری تو زندگی. ببین سخت ها اینجوری عمرن هم پیدا نشه. آره که 100% عمرن گیر نمیاد. خب عمرن گیر نمیاد، اما دیگه 70% سعی کنیم این دوزش بیشتر بشه. متوجه شدی؟ درصده بره بالا. تمام سعیمون باید برای این باشه. اون 20% باقی مانده میشه کلاسای ما پس از ازدواج، که یعنی چی؟ همسر شما ایراده داره چجوری برطرف بفرما. ما فعلا راجع به اینا هیچ حرفی نمیزنیم، ما ایدئال ها رو میگیم، ما دقیقا 100 رو میگیم که تو به یه دنبال 95 پیدا کنی.
انشالله هم گیرتون بیاد. برید به 92 پیدا کنید، 80 گیر بیارید، اینطوری میاد. از رسول خدا پرسیدم که چطور همسری انتخاب کنیم؟ آقا فرمود به کف و همشأن خود دختر بدهید. گفتن دخترانو به کی بدیم؟ گفت ببینید همکف و همشأن شما باشه و از همکف و همشأن خود دختر بگیرید. به اینا فکر بکنید، این اصله. خیلی ملاحظات داره. حالا من میگم مثلا حتی مسئله ژنتیکی رو هم کاملا اهل به طرف فرمودن. میگه برو عموها و خاله ها و دایی ها و اینا رو هم ببینشون. تحقیق میری رو کوچه‌شون با 4 تا همسایه میری میشینه، چه خبر اینا چجوری هن، خوب هم بدن فلان. میگه برو ببینه ژنتیک خانوادگیشون چجوریه. ارق با امان ارق ازش یاد شد. خانوادتن جسورن، خانوادتن دعوایی هن، خانوادتن درونگران، سکوت مطلقن. بعد توی آدم برونگر رو رفت با این ازدواج کردی، یه با میکنم ایشکی صداش در نمیدونم. مهمونیشونه، فهمیدی؟ همه سرگرمن بچه هر دارن ناز میکنن، حرف میزنن نمیشنوی. سلام علیکم. این قینا آرو. بعد توی آدم برونگر رو داره دیوونه میشی. و یا عکسش یه آدم درونگیرو احساس میکنه مثلا رفته باغ وحش، واو جنگ جوانه، یه چیزی پرد میکنه واسه اون یکی، بی خود کردی. بعد جنبه ها بالا، هر شوخی میکنن انگار نه انگار. بعد اینا بی جنبه بهشون بگیر بالا چشات ابرو جنگ جهانی شده. برو یه نگاهی بکنی، برو تحقیق کن. میپرسه میگه آقا خانواده فلانی ها، بله بله مثلا یه دریافت کلی دارن. متوجه چی میگن؟ آقا این آدم های سخت کوشین، زنش هم 5 سو بلند شده سرپا رو به صابه و بشور و فلان، تو این آدم هستی تو 11 زور میخوابی. اینا رو من چند تا سرفصلاشو مبتنی بر روایات مبنام بوده کنار هم چیدم محضر شما عرض میکنم. چقدر شدن؟ چقدر حرف زدم تا الان؟ درست بگیدون که تایم گرفته بگی. شما نمیدونی نه؟ کمتر از یک ساعت داریم که 40 دقیقه. چقدر کمتر از یک ساعت؟ یه دقیقه هم کمتر از یک ساعته. چقدر؟ 45 دقیقه. میگم دقیق بگید کمتر از یک ساعت. مثلا الان یکی اومده با این ازدواج کرده، میگه کجایی؟ میگه زیر یه ساعت میرسم. زیر یه ساعت از یه دقیقه بشه تا 59 دقیقه، اینجوریه دیگه. یکی از دقیقه، جدی میگم. مثلا آتیش میگه تو یه ربع الان ماسمال کرد، فهمید چی شد؟ 25 درصد یه ساعته. یک چهارمش رو مالید رفت. چی؟ این عادت دارن اینا. یه جلسه داریم تو مؤسسه، جلسه نقده. بچه ها نقد میشن، هیچ کس هم حق نداره خوش دفاع کنه. بعد بعضی هم که دیگه الحمدلله اگه روزی دیدی کاغذ تایپی اومد بالا، و هیچ کی هم نباید بگه من کیم وقتی داره نقد میکنه، و هیچ کس هم حق نداره حدس بزنه که بچه فلانی ها داره اینو نوشته، برای اینکه جنبه ها بره بالا سه صدر پیدا بکنن. خیلی خوبه. بعضی موقع نقدشون بی خوده اصلا میفهمی. بعضی موقع میبینه همه یه حرف زدن، میفهمی که آقا مثلا گفتن فلانی بی نظمه، فلانی بد قوله، فلانی مثلا اینم چی، خب میفهمی که خودش درست بکنه. این سه صدر سربازی ها قرار بود این باشه دیگه. سربازی قرار بود که شما رو سه صدر بهتون بده، آرومتون کنه، که الان شده هتل الحمدلله. حالش یه چی درست بود، دمون بود که اونم دیگه دارن فاتحهشو میخونن. اولیش همتایی، یعنی همکفی مد نظرمون، همتایی و همکفی دینی و ایمانیه. ببین یا طرف اگر شما همکف نباشه، بزن خیلی به من برجور کردن، رفته عاشق یه دختری شده، خودش یه خانواده به شدت مذهبی، دختره رو عاشقش شده تو دانشگاه، دوستش داره، دخترم از خوششون اومده، جذبه مردانگی براش داشته، اما به هیچ وجه اینا همکف و مذهبی نیستن، قطعا به تنش خواهی خورد. متوجه شد؟ قطعا به تنش خواهی خورد. فردا سر حجاب، سر نماز، سر بحث، سر اسم بچه، سر راهپیمایی رفتن، سر نرفتن، سر انتخابات، تمام اینا جنگ و دعوا خواهی داشت. چی داری انتخاب میکنی؟ حواس رو جمع کن. یا تو عین اون میشی یا اون عین تو بشه. بعد از ازدواج که خیلی سخت تغییر رو به شما بگم، مبنا رو بر این بذارید که یه آدمی که چون الان سنای ازدواج رفته بالا، تغییر دیگه سخته. قبلا میگفتی طرف الان سن و سالش پایینه،
شخصیت شکل نگرفته، میشه تغییر داد. الان که طرف 20 خورده رو رد کرد، چی میخوای بری تغییر بدی؟ ننه باباش نمیتونن تغییرش بدن. به شدت باید دقت کن. هم کفر مذهبی و دینی و تا حدودی سیاسیات. من دارم، کیس دارم، هر سال اینا راهپیمای 22 بهمن دعوا دارن تو خونه. از یکی دو روز قبل شروع میشه. آلارم جنگ میاد، آژیر میزنن، آب چی؟ حالا دعواشون حالا چیه؟ حالا بچه دارم شدن سر بچه دعواست. مادر انقلابی، بابای غیر انقلابی. بابای میگه من نمیذارم بچه‌مو ببر راهپیمایی. مادر میگه بچه‌مو میخوام اینجوری بار بیارم. تا یه هفته بعدش هم باز دعواست. اینا ملاحظه دارید؟ هم کفر خودتون رو به لحاظ مذهبی، دینی و سیاسی سعی کنید انتخاب کنید. گفتیم اینا رو مبنا میذاریم که شما برید توی زندگیت آسایش داشته باشید. حالا پیش اومده هم کفر نیستیم از نظر سیاسی، چه کار باید بکنید؟ اونا راه کار داره. به حل بحثمون این جلسه نیست، که من خودم مشاور بودم تو همین زمینه، به من رجوع کردن، راهکاری دادیم، الحمدلله اوضاعشون هم بهتره. نمیگم حل شده، چون حل شدنی نیست، تقریبا تنش دیگه، اختلاف نظر جدیه. سال 88 می چند تا خانواده از هم طلاق گرفتن، چند تا آدم. یعنی من قشنگ میشناسم، خانواده میشناسم. زنه مثلا احمدی نژادی بوده، مرده طرفدار موسوی بوده، بعد از ما اون داستان انتخابات اینا به طلاق کشید، دعوای خانوادگی پیش اومد، این به رو پدر زنش وایستاد، اون جواب اونو داد، نمیدونم فلان شد. خب بیه چند وقت پیش با یکی این بچه های مؤسسه دیرم شده موتور گرفته بودیم، جالب این ماجرا، ولی برای خودم تکان دهنده بود. وایستادیم قبل میدون سپاه، بعد اومدم به موتورشون گیر دادن، موتورشو گرفتن. و اینم نه که من یویسو بهش گفتم بودو بریم، دیرم شده فلان، این مدارک شدش رفته بعد همینش گیر دادن مدارک تو بده. بعد یارو معلوم بود داره گیر میده دیگه. خوبش گفت آقا یه دقیقه همینجا وایسه، من که موتور میگیرم. زنگ میزنن که رفقا مدارکو بیاره دیگه. معلوم بود داره گیر میده، افسر وظیفه هم بود. شما فردا یه نفر هر کی با لباس راهوردی، فکر نکنید پلیس چیزه بابا، این یه سرباز، این خودتو دو سال میره اون تو دوباره میاد بیرون، برخورد بدی ممکنه بکنه، خوبی بکنه، ربطی به خیلی به خود پلیس نداره ها. من اینو خیلی ارتباط نمیدم، اما میخوام براتون نکته جالبی بگم. موتور خوابون دیگه، منم شناختا، منم شناخت. خب بعضی موقع دیگه تعارف که نداریم، ممکنه مثلا میشناسن پارتی بازی کنن دیگه، ممکنه بشناسن اینطور بشه. من هیچ وقت خودمو معرفی نمیکنم، آقا من فلانی ام، نمیدونم. آقا میره فرودگاه، طرف میشناسه مثلا به صندلی خوب تاو بهم میده، طرف مثلا باهات حال نمیکنه، میندازه دو مهو به ما بهتر، چون همش میگن سرنشینان هواپیما جان باختن. بعد قرض این که آقایی که شما باشید، خانومی که شما باشید، موتور خوام. بعد من دیگه برگشتم، بنده خدا برام تعریف کرد، گفتش که من برگشتم بهش گفتم بابا این بنده خدا جلسه داشت مثلا اینطوری شد. گفت چون فهمیدم فلانی موتور تو خوابوندم، یعنی عمدن. میپرسم چرا؟ گفت این عامل طلاق خواهر منه. من شاخ در آوردم. گفتم چرا؟ گفت براش پرسیدم ازش. گفت اینا زن و شوهر، یعنی دومادشون و خواهرش، زیر سقف داشتن زندگی میکنن تا اینکه خواهره با سخنرانی ما آشنا بشه. آشنا میشه یا خانواده بیدین که هیچ شما را عادت نمیکنن، دختره تغییر میکنه، تغییر میکنه، حالا دیگه میخواد حدود شرعی رو رعایت کنه، مرده نمیذاره و دختره نمیتونه مرده رو همراه کنه، طلاق گرفته بنسه. این دومادشون برادر زنم گفت من حال تو رو میگیرم، مثلا موتور اونو خوابون به من چه. خب فکر کنم مثلا اگه با ماشین خودمو میدید، فکر کنم مثلا میگفت جعبه کمک های اولیه، اگه نداری به ماشین باید بری پارکینگ بخوابه. ببینید این جوریه، فکر نکنید ماسمون طرف عاشق میشه. خیلی دیدم این بچه مذهبی ها میاد پیش ما، آره عاشق دختری شدم، این جوریه اون جوریه. میگم خب این که به هم نمیخورید که. نه من سعیم میکنم اخلاقش تغییر نمیده. من این که دارم بهتون میگم از همین همین الان تو جلسه تو سالن نشسته که از خانمش طلاق گرفت،
عکس اون پسره تغییر کرد. بهش گفتم فلانی تو باید وای میستادی میساختیش. بعضی هم وایستادن ساختن ها به تعداد اونا خیلی بیشتره. وای میست میساخت. او نمیتونستم. دارم چرا؟ میگفت با خانومش با همدیگه دبه شراب مینداختن یه روزی به تنش کشیده میشه. چشاتونو وای کنید. ما داریم در مورد مجردا صحبت میکنیم. بعدا نذارید ببینیم شما بشید عامل تجربه زندگی کسی دیگه. مورد بعدی همتایی و کفیت تو مسائل فرهنگی و فکری و فرهنگی. هم کف باید باشن نه دو نفر ها. بهترین ایدار که دو خانواده. مثلا یه خانواده اهل شعر، هنر، ادب، مثلا شب یلدا حافظ میخونن، بابای مثلا میگه این شعر جدیدم آج خانم بیا گوش کن، بعد اون بابای برای این شعر میگه، این برای اون شعر میگه. خیلی مثلا خانواده فرهنگی و اینجوریان، بعد خانواده مقابل از یه فرهنگ دیگه به تنش میخوره. من اینم اینا که دارم بهتون میگم همه مجربه از روش شده است. مثلا خانواده پسر بود که خانواده دختر یه لول بالاتر بودن، یعنی سطح اجتماعی و فرهنگیشون، حالا اجتماعی جدا میدونم، اما مثلا سر چیا بحث داشتن؟ خانواده پسره کلا با دست غذا میخوردن. فکر کنید شب عروسی دوماد شروع کرده قاشق چنگال نقطه اون طرف، شروع کرده با دست غذا خوردن. از همون شب پدر زن شاکی، برادر زن روش اون بر کرده، بعد رفیقا شروع کردن اینا رو گفتن اینا کیان رفتید باشون وصلت کردید، تا مدت ها برادر زن رفیقاش تیکه مینداختن مثلا اینطوری. این هر چی بعد یا مثلا من عذر میخوام، مثلا این مورد دیگه، مثلا طرف اهل رعایت یه سری مسائل فرهنگی و آداب و معاشرت و اینجور چیزا زیاد نبود، مثلا چه میدونم وسط غذا باد گلوی در میومد، اصلا رعایت نمیکرد سر میز مثلا یه نفره دو نفره، رستوران 20 نفره، بچگی اینجوری بار اومده بود. بعد کیف میکردن اینا با هم دیگه، مثلا باباش مثلا میرفتن خونه بابای بابا بزرگش، مثلا گامهایی رو اجرا میکرد که اینا هیچ کدوم از عمرنات نتونن مثلا بدونن چی به چی. ما این کار فقط با بزرگمونه مثلا. خب اینا مشکل میخورن که ببین آقا شوخی نکنه. نه اینا همش موجب سرزنش میشه، موجب طعنه میشه. از فردا بایمش گدا گدول بدبخت بیچاره دل دهاتی رفتی وصلت کردی، ننه بابا شروع میکنن، رفقا شروع میکنن. باید هم کف باشه بابا. شما نگاه این خانواده اما نقش زن تو خانواده چیه؟ خیلی مهمه. یه زنی یه خانواده زن محوره، رفتی از یه خانواده که این دختره توی خانواده بزرگ شده که مادره اصلا خانواده زن سالاره، همیشه بابا تو سری خور بوده، هر چی گفتن من خدا گوش میکرده کوتا میومده، تو رفتی از اینو دختر گرفتی. خب معلومه تو ننه فولادزره رو برش بردید خونه، هر روز دعوا، همون بلایی که ننش سر باباش آورد این سر تو میاره، بیچارت میکنه. اینا رو ملاحظه میکنی؟ نه عاشق شدید همینه دیگه، مرد شور برای اکسیتوسین ریشه قد بشه که چقدر بدبخت کرد مردم. اینا رو لحاظ بکنید آقا، اختلافات فرهنگی دارن تو خانواده. همکفی اخلاقی خیلی مهمه بابا. خلقیات خانواده براتون مثال عجیب میخوام بزنم. زید پسر خونده پیغمبر بود، پیغمبر بزرگش کرد، بچه خودش که نبود. این با یه دختری ازدواج کرد که او هم اشتباه نکنم زینب بنت جهش بکنم، پسر عمه پیغمبر، دختر عمه پیغمبر میشه. ازدواج کرد آقا، از روز اول اینا رفتن سر خونه زندگی تنش شروع شد. ببین تاریخ رو رجوع میکنی، مکرر پیغمبر به عنوان مشاور به اینا مشاوره داده. شما بهتر از پیامبر مشاور میتونی گیر بیاری؟ منجر به طلاق شد. خیلی عجیبه، پیامبر به پیامبریش مشاوره هاش برای اینا جواب نداده، بعد تو انتظار داری که نه ایشالله بعدش میری مشاوره عل میشه، کی میخواد عل کنه واسه حد. بعد هر جفتشون رو پیغمبر رو قبول دارن، نه به عنوان فقط مشاور، به عنوان کسی که حامل وحی الهیه، حرفش مولا درزش نمیره،
اما این چی شده؟ از هم طلاق گرفتن. بعد جالبه همین زینب اومد و پیغمبر ازدواج کرد، زندگی خوبی هم داشت. به این تفاوت‌های اخلاقی، چرا؟ این برونگراست اون یکی درونگرا. اینو باید متوجه بشی. حالا میگن توی چیز، توی این طب اسلامی به عنوان مزاج شناسی ازش یاد میکنن. آقا دو تا مدیر افتادن به جون هم توی خونه، از فردا جنگ و دعواست اون خونه. اینو کجا بذاریم؟ به نظر من باید اینجا بذاریم. نه من میگویم اینجا بذاریم. دعوا سر لیوان، به خدا سر سفره، سر یه مسافرت، از این جاده بریم یا اون جاده بریم. تو یه نفری که مدیره رو نمیتونی بیاری یه جا عبدش کنی، که سخت بهش میگذره، تنش یه جا میزنه بیاری. بعد اینا میگن بچه دار شیم، حل میشه انشالله. بچه دار میشن، تازه میریزه بیرون. چی میشه؟ سر تربیت بچه. بچه‌مون باید ساعت 9 شب بخوابه. نه، بعد اختلاف نظر مدیریتی. بابا الان تو کل دنیا، من دانشگاه مبانی ساز و مدیریت درس دادم، اختلاف نظر مدیریتی الا ماشاءالله. یکی میگه این شیوه مدیریتی درسته، میگه این شیوه مدیریتی. دلیل نمیشه که هرچون غلط بگن. و متوجه چه عرض میکنم؟ اختلاف نظر. بچه آسی میشه تو این زندگی. بچه رو کشیدن، ننه میکشه چپ، بابا میکشه راست، ننه میکشه چپ، بابا میکشه راست، بیچاره میشیم بچه. بچه روانی بار میاد، دیوونه میشه، آدم پرخاشگر تو جامعه، این یکی دیگر بدبخت میکنه به خود ازدواجی که فکر نشده. نه اخلاقیاتشون به هم اصلا نمیخوره. بچه دارم بشیم بچه رو درست میکنی، بچه رو بدبختر کردی. نره تمام نکات. ببین خانم آده به آقا میگه به بابات بگو بچه‌مونو نبوسه، بابا بزرگه نبوسه. مرد میگه یعنی چی؟ من نمیتونم برم به بابام همچه حرفی بزنم. نه، توی بحث تربیت همه باید از بچه من اجازه بگیرن ببوسنش. حالا بیا بوری پیر مرد مثلا 70 ساله رو حالیش کن که هر موقع خواستی 90 رو ببوسی، 92 سالت رو، بگو مثلا پسرم اجازه است مثلا ببوسم، و اون قهر میکنه، بهش برمیخوره. آره میخواد بچه‌مون از ما جدا بکنه از الان، معلومه این از خون ماست. شروع میکنن نوه یه روز خونه ایناست، شروع میکنن پرش میکنن، میره اون طرف، این علی پدر شوهر مادر شوهر پر میکنه. همینا کجا شروع شد؟ یه تفاوت دیدگاه مدیریتی و عدم کنترلش. گفتیم ما فعلا راجع به کنترل اینا هیچ حرفی نمیزنیم. اینا باز راهکار داره ها، اما شما فکر کنید راهکار نداره، درست انتخاب کنید. اینا ملاحظه میکنید، اینا باید طرف رو مشاور تست روانشناسی بده. بیا آقا شما دوتاتون آتیشید بزنن کنار هم دیگه، جهنم درست میکنید. بله، کفیت در تحصیلات. طرف مثلا آقا پسر دیپلم رفته با یه خانمی ازدواج کرد که فوق لیسانس فلسفه داره، فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی داره. آقا چی میشه؟ اینا موجب تنش خواهد شد. به شما بگم، ما داریم میبینیم اینا ببین عاشق بودن که ازدواج کنن، شک نکنید، عاشق شدن آینی آنچنانی که بعد ثبت میشه تو تاریخ. همین عشقایی هم که معروف شده دقت بکنید به هم نرسیدن، چون به هم میرسیدن عادی میشد دیگه. هم لیلی و مجنون فردا دادگاه خانواده بودن. آره چون به هم نرسیدن دیگه اینجوریه. مثلا در مورد شیرین دو تا عشق داره دیگه، مثلثیه، یکی پرویزه، خسرو پرویزه، یکی چیه؟ فرهاد. کدوم معروفه؟ فرهاد، چون به اون نرسید. این واقعیت جامعه است. کلا سر خودتون نذارید. هم کف باید باشن، همتایی و کفیه در تحصیلات باعث یه بروز فرد میرن یه جای نشسته سر مورد مرده بلد نیست انگلیسی تلفظ بکنه، چیزو چپ چلاق میگه جلو رفیقاش زایه میشه. چهار تا کلمه بیشتر بلد بودن، سواد بیشتر داشتن، باعث میشه که یه تنش و یا برعکسش. بعد جالب اینا رو وقتی میگه طرف احساس حقارت میکنه، تحقیر میشه. بعد این توی مرد خیلی بیشتر بروز داره، متوجه اید؟ به خاطر خصوصیات ذاتی مرد در مرد خیلی، یعنی اینکه زنه با سوادتر از مرد باشه بیشتر تنش توش هست و برعکسش اینجوری نیست خیلی، اونم داره اما خیلی نیست. حالا اینا رو من بعدن توی، من فعلا دارم هم کف بودن میگم،
انشالله عمری باقی بود، جلسه بعد در مورد خصوصیات صحبت میکنم، اونجا میگم تفاوت های زن و مرد رو میگم. اینا رو دقت بفرمایید. بعد حالا مثلا من همین الان کیس دارم، طرف درس درست حسابی نخونده، کار درست حسابی هم نداره، از طبقه اجتماعی خیلی خاصی هم نیست، هنر خیلی خاصی هم نیست، دنبال سوفیا لورن میگرده، پیدا کردی واسه مام بیار، گیر نمیاد عزیز من. وهمه. همینجور عمرش هم میگذره، یه چیز اضافه تر هم میشه، سن زیاد. یه پوان که دیگه نباید بگیم، چی بگیم؟ یه نمره منفی، نمیدونم چی باید بگیم. مورد بعدی کفیت جسمی و جنسیه. به لحاظ جسمی و جنسی اینا باید هم کف باشن. اینا جزء مواردی که اصلا کسی کاری نداره. زشته بپرسیم، آقا نباید پرسید، نباید فلان. و جالب اینجاست، حالا توی دورهامون هست، توی دوره ها این مسائل هست، تر خواهد شد، چون ما از الان داریم میریم با اساتیدش سر کله میزنیم، دعوا میکنیم خب و بحث داریم میکنیم، قشنگ هست. بسیاری از این مشاورها برای ما میگفتن که اینا رو که وقتی ته ماجرا رو در میریم میریم مشکلشون جنسی، یه نارضایت جنسی وجود داره، این بروز کرده جای دیگه. ببین طرف یه چیزی شاکی بوده دیگه، حالا دنبال گیر دادنه. دید وقتی هیچ چیزی شاکی اون روز اصلا همه در و دیوار گیر بدی، وقتی راضی برعکسش میشه، انگار نشه ای، همه چی رو خوب میبینی، اون حالت انگار خماری، اعصاب مصاب نداری. ما زمانی که دانشجو بودیم میرفتیم خونه های این بدبخت بیچاره رو میرفتیم میسخیم دیگه، خب اردوی جهادی، حالا فصل هم نداشت تابستون، بعضی موقع اصلا وسط درس مرسوم مثلا آخر هفته میرفتیم، یه جا رفتیم یه خانواده بودن، حالا مشکلات داشتن بندگونه خدا، رفتم اونجا درست بکنیم. ما دیگه من الان 0 تا 100 بنایی رو بلدم خودم، یعنی همه کار مجبور شدیم یاد بگیریم دیگه تو اون سالا. برای سفید کاریش گفتیم که این کار ما نیست، سفید کاری کار منم نیست، الانم میگم بلدم، یعنی گچی آماده کنی بدی دستشو مثلا یه دیگه در دبه برداری یا لیسه درست کنی یا این کارا، خب اما این که مثلا خدمت شما عرض بکنم بتونی سر رو تمیز کنی، کار ما نبود، کار ظریف کاری کار ما نبود. رفتیم با این بنده خدای آوردیمشون اون منطقه هم که بودیم، رفته بودیم چیز اینا همه تریاک میکشیدن، همه معتاد بودن. یه بنده اوسبنایی داشتیم که اصلا این خمار میشه هیچ کارم که بچه‌ها میرفتن براش تریاک میخریدن، یه دهاتشون یه جوشکاری داشت، میرفتن 1000 تا میدن تریاک میوردن اینجوری میگرفت میکشید پیکنیکو برنشون بغل، فکر کن ما این بر داریم کار بنایی میکنیم، دانشجو بود اینا وسط داشت چیز اون بغل داشت تریاکشو میکشید، اما وقتی میکشید کار میکرد، یعنی 24 دیگه میچسبید به کار. خدمت شما عرض بکنم که آقا این اومد بهش گفتیم اینجا رو متر چقدر چیز میکنی؟ اشتباهی عددا خوب یادم نیست، یه مش بیمار باز دوباره نرن ضرب و تقسیم کنن نمیدونم چی. من یادم مثلا فکر کنید اون موقع عادی گچ کردن بهش گفتیم خود سیمان سفیدم توش بزن، که گفت سیمان سفید خودش کو گفت سیمان سفیدم میزنم شیلنگ بگیرید رو گچ چیش نمیشه، خب خوبه کو قاطیش میکنم. مثلا اون موقع مثلا عادیش 700 بود، جایی که ابزار میزدن 1200، اینجوری تو ذهنمه. خب این اومد مثلا گفت آقا من همشو با شما 500 حساب میکنم سرجم. ما حالا چیه؟ اپا پیکنیک بلند شده اومده، توپ کله داغه. ما گفتیم بنویس امضا کن. آقا قلم کاغذ آوردیم، نوک انگشتشو جوهری کردیم، اصلا یه بعضی دیگه این امضا کرد و حالا موقع حساب کتاب قشنگ متر زدیم بهش دادیم. و این چیه؟ این فلان. گفت نه هم کنیم دیوونه میاد ابزار بزنه متر 500 ابزار زدم متر. گفتیم دیوونه اینا مدارکشم موجوده، چی فکر کردی شما؟ خب اینه کلت داغ میری ازدواج میکنی نشه، بعدن که خمار شدی میفهمی اوه اوه عجب سوتی دادی، اینجوری نباید باشه، عاقلانه و دقیق. بحث جنسی هم همینجوری، طرف وقتی تمایل جنسی داره هیچ مشکلی نمیبینه، وقتی نارضایتی جنسی هست همه چیو مشکل میبینه. آقا یه آدم هات گرم مزاج با یه آدم سرد ازدواج کرده، اوی هر روز نیاز جنسی داره، مخصوصا اوایل ازدواج که اوضاع خرابه، خب نیاز معادل سه وعده غذای روزانه میشه برای بعضیا. خب اون که نه، اون هر بار با پرنده های مهاجر که دارن پرواز میکنن یه حسی در درونش به وجود میاد، دوباره سال بعد دوباره با همون پرنده های مهاجره. خب این بنده خدا اذیت میشه، هی میاد پاپی چه میشه، اینم بدش میاد تا
تنش شروع میشه. بعد این به هرزگی کشیده میشه. بعد این میفهمه میگه خیانت کرده. دیگه نمیگه من با این جور نبودم. میگه خیانت کرد. از ته ماجرا رو میگه. معلول رو میگه، علت رو نمیگه. طلاق. از کجا شروع شد؟ با هم جور نبوده. یه آدم گرم باید با یه آدم گرم ازدواج کنه، یه آدم سرد نباید با سرد. دعواشون هم نمیشه. یا عرض کردم برای بعدش هست راهکار. اینه باز هی من تکرار میکنم، هست مواردی که آقا مثلا چه میدونم تغییر تغذیه است، نمیدونم چیه چیه، این کارهایی هستش که مثلا اون آدم سرد گردم شدم گردی خورده سرد میشه، این وسط معامله جوش میخوره. خب و الا بعضی چیز اصلا حالیشون نیمه اصلا همینجوری واقعا. یعنی من فکر میکنم شاید مثلا ببعیه بیشتر ملاحظات داره توی ازدواج، همینجوری این خوشم اومده. عجب دل شیر داری خدا وکیلی، اصلا خیلی خطرناک. تناسب سنی، اینا باید همکف باشن به لحاظ سنی. خیلی بحث شده راجع به سن، خیلی بحث شده. اما اون چی که من فهمیدم، اینه که واقعا این سن همون سن بلوغ جنسیه، همون تفاوت بلوغ جنسی مرد و زن. همین 5 سال 4 سال سن مناسبه، کمتر بیشترم ایراد نداره ها، اما آروم آروم این مزیت کاهش بده. درست شد؟ مرد 4-5 سال بزرگتر میشه. حالا اگه این زیاد شد، زن نگرفت که، دخترش اذیتش میکنه. این یه سری چیزا رو میفهمه، تجربه داره تو زندگی، آدم عاقل شده، عقل پخته شده، اون بچه شوت میزنه، آبروی سطحشون رو میبره توی مهمونی جایی با حرف زدنش، با رفتار بچگانش، با قهراش، بلان رو مخ مرده میره. یا برعکسش، چه میدونم خانم سنش بیشتر باشه که توصیه نمیشه. چرا؟ چون مرد موتور جنسیش تا لحظه مرگ کار میکنه. خب اما خانم ها اینطوری نیستن، زودتر از کار میفتن. حالا این خانم سنش بیشتر بوده، مرد تو اوج نیاز جنسی، خانم بای بای، اون چیکار کنه؟ یوی میره فیلش یاد هندستون میکنه، زن دوم میگیره. زن دوم و داستانهایش نه کجا شروع شد؟ غلط کردی اون موقع که عاشق شدیم، این روزا 20 سال بعد فکر نکردی، 15 سال بعد فکر نکردی، خب باشه یا میبیرسم کرو کورت کرد دیگه، من فقط برم اینو بگیرم. مورد بعدی به لحاظ مالی باید همکف باشه. از خانواده بری بگیری که سر باشن، تغییر خواهی شد. تو هر مراسمی، هر هدیه‌ای خریده بشه، جشن تولدی، کوفتی، زهرماری، همه جا تحقیر خواهی شد. نکن. و چه کاری؟ گفتیم این حالت ایداله دیگه، صده. صدش هم گیر نمیاد. گیر بیاد که دیگه خدا به لطف کرده. یعنی که جزء اصلا حالای اساسی خدا به یکی بده اینجوریه دیگه. روایت داریم خدا بخواد به یکی بنداش خیلی حال اساسی بده، یه زن اینجوری مثلا ردیف کنه براش، یه شوهر اینجوری ردیف کنه، اصلا پیر نمیشه طرف دیگه. واقعا میگم پیر نمیشه. من میشناسم. رفته بودیم سوریه سخنرانی، وزارت ارشاد سوریه ما رو دعوت کرده بود، یکی از نگیم چش نخوره بنده خدا، از این هنرمندای ما با اومده بود. تو ما هم خیلی با هم شناخت نداشتیم، اونم متاثر از این رسانه ها بود نسبت به بنده، همین کلیپ کات کنای پدر سوخته اینا. بعد یه خورده یه نصف روز با ما صحبت کرد، گفت آقا ما رو حلال کن، اصلا شما خیلی متفاوت. گفتم چیکار کنم؟ خیلی دیگه هم رفیق شدیم اونجا. رفیق شدیم، من بهش گفتم چند سالته؟ گفت من 54 سالمه. حالا تهش 40 بهش میخورد. گفتم 54 سالته؟ گرفتی ما رو. اصلا فکر کن دیگه کل سوژه من شده. به هر کی میرسه آقا به نظر این چند سالشه؟ ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله. فوتبال کنیم بعد. خب یعنی برگشت گفت میدونی عامل؟ گفتم ژنتون اینجوری؟ گفت نه، برادرام اینجوری نیستن، پدرم اینجوری. گفت همسرم همسر خوبی. گفت من بعد اون آدم چی؟ مثلا رزمنده زمان جنگ، تازه این جنگ زمان جنگ بسیجی بوده، رفته جنگیده فلان به امان، یه آدم سختی کشیده که از همون زمان جنگ به خاطر مشکلات عصبی که پیدا کرده بود، همون جایی که ما اومده بود کلی قرص آورده بود، بعد قرص مصرف میکرد. خب یعنی میخوام میگم تازه این کلی سختی کشیده بود. میگفتم یعنی چی؟ میگفت میگم باورت میشه تو این بعد نوه داشت. میگفت باورت میشه یک بار این آدم با من دعوا نکرده؟
میگفت خدای محبت اومده روی زمین. اگه میخواستن محبت رو بگن روی زمین چه شکلیه، این شکلیه. بعد خود اینم یه نوع ازدواج. فهمیدم روایت این خدا بخواد به بندش حال بده همچین ازدواج نصیبش بشه. فردا روزی شما بری ازدواج بکنه ببینم تناسب مالی نداری، هیچ تناسبی نداری، خب بیچاره میشه. فیلمندی نیستش که عزیز من. دیدی مثلا پسر پادشاه عاشق دختر رعیت میشه، بعد اینا با هم اینا شر و ور به معنی واقعی کلام است. از این مزخرفات بیاد بیرون بابا، با یک کسی همکف خودتون باشه. باشه باریکلا، حالا مایدارم به واسطه بزن پدر زن مایدار شدی. اگه آدمی هستی که الان بعد فردا تحقیر شدی، زدن تو سرت، بدبخت بیچاره دار و ندارد از ماست، دو ماد سرخونه ای فلان، اینجا پوسکولفتی برو به من چه پول میارزه اون دیگه خود دانی. خب اما اگه شأن و شخصیت اجتماعی میخواد بمونه، چون آدما میلیاردها خرج میکنن که فقط آرامش داشته باشن. مورد بعدی همکفی اجتماعیه. مثلا رویکرد این آدما به اشرافیت چطوره؟ شما با یه خانواده که ذاتن خانواده ساده زیستی هستید، میری با یه خانواده وصلت میکنی که اینا فرهنگ اشرافیت توشون هست، به لحاظ اجتماعی اهل پوز دادنن. به سادگی اینا اهل تحقیق باشه، این کاری باشه در میاد. مثلا یه نفر اصلا ماشینشو نمیشوره، براش مهم نیست مردم چجوری بهش دقت کنن. یه نفر بسیار براش مهم مردم چطوره. طرز لباس پوشیدنش بسیار مهم، کفشو واکس میزنه، نمیدونم خط و اتو خربزه قاچ میکنه، نمیدونم از این حرفا. خب اون یکی میاد میگه الخی راحت شلخته حپلی میزنه بیرون. اینها نگاه اینا متأثر از دو نوع روی کرده بچه‌ها. این جاهای دیگه هم خودشو نشون میده، تو تربیت فرزند، توی خرید، توی همه چی. بعد حالا شما رفتی به خانواده اینجوری وصلت کردی، بیچارت میکنه. مرده هر روز به زنش میگه چیزایی از زنش میخواد که اصلا خواستهای از نظر زنه غیر طبیعی و غیر عادیه و برعکس. زنه از مرده میخواد بسیاری از همینایی که مرده که میان رشوه میگیرن و دزدی‌ها رو درست میکنن، تقصیر زناشونه. برید تحتشو در بیارید، هی زده تو سرش. آره بدبخت میم مثلا با جناقمون، با جناقا چی داره تو نداری، این اینجوری داره اون اونجوری داره، اینو انداخته توی پول بیخود در آوردن، ماشین رو عوض کنه، مبل عوض کنه. خب اینا بعد میبینه آها همکف هستید به لحاظ اجتماعی. حالا خیلی از این بنا رو چون مقوله فرهنگی شما اینجوری در هم در تنیده است که نمیشه خیلی از هم تفکیک کرد، تو بحث فرهنگی خورده به نظرم صحبت کردیم. مورد آخر تو بحث تناسب ها اینه که تناسب خانوادگی وجود داشته باشه. و اینو بگم عرضم تمام، برای امروز کافیه، نمیخوام زیاد ادامه بدم به خاطر اینکه بشینید فکر کنید به اینا. و خواهشم اینه یه بار دیگه بشینید اینا رو گوش کنید، پیاده کنید اصلا این سرفصل رو، یه شابلونی داشته باشید برای انتخاب. این فقط توی بحث چیه؟ همکف بودنه. از نظر شرافت و اصالت خانوادگی، هر دو خانواده دختر و پسر باید سطح نزدیک به هم داشته باشن. شما شاید عاشق دختری بشی، یا یه دختر خانم عاشق پسری بشه، یا خانواده بدنام، یه تو فلان محل به چه آبوکشی و اونم دعوا و قاچاق و اونم خدای نکرده بی عفتی معروفن، تو اون عقبه رو با خودت میاری. فکر نکن این کات شدنی نیست خانواده. یه چیزی من مزخرف میبینم بعضی از این جوان ها میان به ما میگن که حالا من رفتم با خودش ازدواج کردم، با خانوادهش که ازدواج نکردم. این حرف بی خودیه. دقیقا تو با خانوادهش هم داری ازدواج میکن، قابل تفکیک نیستن. میخواد بیا دخترش رو ببینه، دخترش میخواد بره به ننباش سر بزنه، هر دفعه میره اونجا تو عذاب الهی تو اونجای. بعد تو میره اونجا سمون بکمون امیون میشینی، استگون هم نمیخوره، حرف هم نمیزنی، دختره شاکی میشه چرا میریم فلان جا، یه مسافرت چرا نمیریم با مامان و بابای من. نه نتیجه چی؟ چرا این میل نداره بره با اونا مسافرت؟ قدیما یا از خانواده فامیل زن میگرفتن یا از همسایه. همسایه یعنی چی؟ یعنی سطح زندگی و فرهنگی و اجتماعی هم نزدیک. یه محل میشه. همین الان خلق و خوی مردم شرق تهران با غرب تهران فرق داره. جدی میگم،
نمیگم قطعیت بدم 100%، خلق و خوش و متفاوته. مثلا شرقی و اهل شلوغکاری و سر و صدا و ببین اصلا میری محله شرق همه جور شو محله غرب اصلا ساکت بمون یه جور دیگه. بابا اینه که مثلا هر جفتشون مثلا بچه میدون خراسون بودن، خب اینا عمدتا به احتمال بسیار زیاد هیئتی ان. من چی میگم؟ بچه نظام آبادن هیئتی ان، هم هیئتی ان هم از اون طرف دعوا براشون چیز عادیه. اونا یه دعوا مثلا عادیه، مثلا دعوا بینا کپ نمیکنن، از دعوا هم نمیترسن، دعوا میکنن. متوجه شدی؟ باکی نداره میبینی دعوا. مثلا چند وقت دیدی مثلا چند وقتی دعوا نکن بیا یکی گیر بدیم. مثلا معتاد آدرنالین ناشی از ترشح آدرنالین استراب و استرس دوست داره کیف میکنه. معتاد آدرنالین میگه چند وقت دعوا نکن دعوا را بندازیم. اینا روحیات. میرفت چیکار میکرد از اون همسایش؟ احتمال همسن خودن خیلی بیشتر. چون کسی به لحاظ مالی کنار همن یعنی چی؟ یه جا زنده خونه زندگی میکنن یعنی که آقا بالا شهرن یا پایین شهرن، یعنی به لحاظ مالی هم وسعشونه که این خونه رو اجاره کنن، وسعشونه که صاحب این خونه باشه. اما اینجوری نی، الان طرف نشسته سر دانشگاه، این از یالقوزآباد سفلا اومده، این از یالقوزآباد اولیا، کنار همدیگه سر یک کلاس، نر و مادر گذاشته کنار هم عاشق میشن. حالا چی شده؟ فرهنگا متفاوت، سطح زندگی متفاوت، هیچ جوره نا هم کف نیستن. حالا صدی تو بیا ازدواج دانشجویی چیکار کن؟ ساده کن، طلاق، تعارف نداری. پسره بالا شهری، دختره مثلا معمولی، پسره خانواده درونگرا، دختره برونگرا، پسره به لحاظ سیاسی چپ، دختره به لحاظ سیاسی راست، پسر مرجع تقلیدش منتظری، دختر مرجع تقلیدش رهبر انقلاب، پسر همه اینا. همین الان یه دونه از خانواده های کیسای مشاور خودم بود، همین الان خدا گواهه. دختره یه ریز حرف بزن، پسره تا ازش حرف نزنی جوابتو به زور میده. خیلی سختی کنارم موندن. تو اصلا میخوای دو تو که آهن رو با توف و هم بچسبون. این زندگی شد؟ با آب دهن بمیشونی زندگی شدیم؟ این زندگی نمیشه. بعد زندگیتون رو بیخ و بنیان درست بشید. بدنامی و خوشنامی های فامیل و خانواده میاد متأثره. یا اصلا بابا این تو نیستی، تو مرد خونه نیستی، خونه دایش میره، خونه خالش میره، خونه مادر بزرگی هست، خونه پدر بزرگی هست، بچه تو اونجوری تربیت میکنن. بابا خیلی از این مسئولین ما میگن آدم های خیلی درجه یکی هن، بچه شوت شوت میتونه اینجوریه. میگم به مادرش که تعارف نداریم، یه بخشش که 50% ژنتیک، درست شد؟ ژنتیک این آدم برونگراسون درونگرا. دو تربیت، این با این مسئول بنده خدا صبح تا شب مسافرت این ور اون ور، این طرف اون طرف، این شهر اون شهر، مأموریت سوریه، عراق، نمیدونم کجا، این طرف کجا بوده، زنه تنها زندگی میکرده، خونه نمیرفته خونه ننه باباش، خب خونه پدر مادرش میرفته، این نوه متأثر از با بزرگه تربیت شده. من توی عمرم اینو بگم، من خنده نمیتونم کامل براتون هیچ وقت تعریف کنم، خب اما میگم اما مال خورده حسن ختامی باشه، خوبه نداشته باشه. یه جای ما رو دعوت کردن دوستان پدر ما بود، اصرار که شما هم پاشید بیاید. ما مجرد بودیم، گفتیم ما نیام چی کار، میمونه خانوادگی ما، بشینیم بود خونه، نه پاشید بیاید. باش ما رفتیم و یه آقا و خانومی که یه دختر شوهر دادن، دوماده نونواه، دوماده بعد ساعت 9:30 شب ما وای میستیم که نونوایی رو ببنده بیا تازه چی؟ شام بخوریم. بعد ما از ساعت چند رفتیم؟ 6:30 تو اونجا. حالا اون مرده راننده کامیون، بابای ما هم ارتشی، نشستن با ما یه صحبتی میکنن، دیگه مثلا چه صحبتیه بین یه ارتشی و راننده کامیون هست دیگه، ولی میگن ما داداش اونم نشستیم، حالا خانم هم رفتن اصلا توی اتاق دیگه، تو آشپزخونه اصلا رفت بودن نشستن، ما داداشم نشستن در دیواره. یه نوه‌ای داشت، نوه همون نونواه از دخترش، این نوه خیلی باحال بود. این از اول تا آخر که ما رفتیم فقط داشت رانندگی میکرد، نه که بابا راننده کامیون بود. خب میرفت مثلا گیر میکرد کنج دیوار، دور نمیزدم جو عادی 20 تا فرمون میشکست.
خیلی فنی، 3 سالش بود مثلا، زبونم شیرین کج و کله حرف میزد، هی 20 بار نمیومد عقب دوره، صدای کامیون در میآوردین. یه جایی این بابازه برگشت گفت، همچنین بابازه که زبونش هم شیرین بود، همچنین سواش میزد، حالا دیگه عینش نمیخوام ادا در بیارم و خود نکرده چیز نشه، صداش کرد گفت پسر بابا بیا اینجا. هم پسره صداش، هم اسم پسره با صداش. خب بعد این تو گوه این برگشت بچه 3 سال یه فوش خوار مادر اساسی به بابا بزرگه داد. آقا اینو گفت، من یه لحظه خودم رو نگه داشتم، نمیدونم چی نگاه کردم و دیدم این برادر من هم داریم انفجار رو ترکیدیم. میخواید باور کنید یا نه، از ساعت 6:30 تا 9:30 20 بار من فقط رفتم دستشویی، آب میزدم بسیارم، تو نباید بخندی، تو باید نباید دوباره میومدیم تو. بعد این بچه نه که ما خندیدیم خوشش اومده بود، هی یه دور میزد یه فوش خوار مادر میده به بابا بزرگ، هی یه دور میزد یه فوش خوار مادر میده، اینم ناراحت شد بیاد. بعد اون نتیجه چی بود خودش میگم، گفت ببین این چیکار میشه، بابایی که نونوا، مادرم میخواست از شر این راحت بشه، بچه رو میدیم بابا بزرگ میبرد با خودش. بعد اونجا هم دیگه بالاخره بنی هندل یه سبک چیزی دارن بالاخره، خب یه خورده راحت صحبت میکنن. اینا مراد نکرده بودن دیگه، بچه 2-3 ساله، این که نمیدونی حرف زشتیه که فحشای این میداد، اصلا باید سرچ میکردی تو گوگل این چیه این فحشه. خب بعد براش خب این چیه، حالا اون مرده میتونست گوش کنید، این حالا نونوا هم شغل شریفی راننده کامیون، شغل شریف حرفه، مثلا این آدم میتونست بشه استاد دانشگاه باشه، نیست دیگه، درست شد؟ میخواست ساعت 9 شب برگه، نه ساعت 8 شب برمیگرد. خب این بچه رفته آه استاد دانشگاه الان راننده کامیون تقسیم میکنه، به خدا حرفم نیست، من راننده کامیون میشناختم تا این مملکت خودمون، آب برمیداره میذاره عقب ماشینش میره کشورهای خارجی، وضوش آب وضوش از اینجا به خودش میبره، اینقدر مقید متعهد شریف فلان، بحثمون این نیست. خب اما غرضم میدونید چیه؟ غرضم اینه که ببینید اینا رو مراد نمیکنن، خانواده رو ندیده، حالا استاد دانشگاه عاشق شده، عاشق یک دانشجو شده، استاد جوانه عاشق یک دانشجو شده گرفتتش، حالا خانواده چجوریان؟ بچه تو اونا بزرگ میکنن، بعد تو تنش خواهی داشت با اون بچه. العلم فی الصغر کنقش بالحجر، علم در کودکی، تعلیم در کودکی مانند کندکاری روی سنگه، اونا تربیتش کردن، تو بزرگسالی هر روزا این چه طرز صحبت کردنه، خیلی تو بی ادبی اینا. بعد اون خانواده ای که مثلا از یه قشر به لحاظ فرهنگی شما از نظر اون آقای استاد دانشگاه پایین‌تر بودن، اینجا دقت کن، تا 6 ماه، تا 1 سال، تا 2 سال میتونن ادا در بیارن، متوجه چی میگم؟ پیش دامادشون. بعد دیگه درز میکنه، تو عصبانیت ها درز میکنی، اینا بددهن هم چون آدم تا کنترل داره خودش کنترل میکنه، عموه اومده یه شوخی بد میکنه، داییه یه شوخی بد اینه میگه برو بابا اعمام و اخوالم ببین، برو این داییاش کیان، عموهاش کیان، میفهمی با اون یک شاخه از یه تنه است، تو داری میری پیوند میزنی خودتو با اینها، میدونی از چه رگ و ریشه ای هم؟ چقدر تاکید اهل بیت میکنن به خاطر که عرب‌ها اون موقع همینجوری میدن خوشش میاد زن میگرفتن، عین خریدن یه دونه گوشی بود، خیلی ساده عبارت این بود، میدونید کی میخواد مادر بچه‌تون بشه، کی میخواد پدر بچه‌تون بشه، به اینو فکر میکنید و تأثیری که مادر تو تربیت داره، تو صدی حالا سردار فلانی باش، دکتر فلانی باش، آیت الله بهمانی باش، الان برای شما سوال شده بعضی از این آقایین چه بچه‌شون اینجوریان، برو به مادره کیه، مادر یا آدم عادی یا نه فلان. تا این سیاسیون خود من نمیخوام اسم ببرم بابا، دیگه از هر اومن شمسه تو مشکلات اساسی سیاسی امنیتی تو مملکت، شما باید اون سیاستمدار زنش از همه خطرناکتر شده بود، و دقیقا هم میدیدی بچه هاش که مملکت ریخته بودن قشنگ مشخص بود منبر همین مادر بزرگ شدن. چی آدم بگه دیگه، چی بگم، یا ممکنه بریزی تو خیابونا یه هوی شما. خب چی کار میخوای بکنی؟ نمیتونی، بچه توف سربالاست، میخوای بنزش دور، زن تمریز طلاقش بدی، شوهر تمریز طلاق بگیری، کار خیلی سخت‌تر خواهد شد.
آقایون خانمای مجرد، آقایون خانمای متأهلی که بچه خواهید داشت، بالاخره بر ازدواجشون فکر خواهید کرد، به اینا فکر کنید. پدر مادرتون بعضی موقع میگن آینا همکف ما نیستن، شاکی میشی چون غریزت عمل کرده یا یکی خوشت اومده. اما اینایی که گفتم حالت ایداله، گیرم نمیاد. بهتره که به این صد نزدیکتر بگردیم پیدا کنیم، درست شد؟ اما اگه نشد، اینو مبنا قرار ندید اگه نشد، یعنی با پدر سوخته یه ازدواج نکنه، بگید خب ببین یه راهی داره، استاد گفتش که حالا اینم نمیخوره ما، اما یه راهی داره درست میشه. نه، پرهزینه و سخت. با ما دیوونه، راه درست، صاف، راحت، آروم، بی درد سر میتونی بری، خودتو بنویسی تو جنگ و جدل و روانی بشی، دیوونه بشی. هزار جور از این مشکلات، مریضی ها، بابا به خدا مال اعصابه. زن و شوهر خوب باشن، اصلا تمام دردا طرف فراموش میکن، تمام مشکلاتو فراموش میکن، میاد خونه خیالش تخله، تسکنو الیها، اصلا میگه مسکن منه دیگه، تسکنو الیها، مسکنه، تمام میشه همه چی. بچه های خوب تربیت کرده میشه، کیف میکنیم بچه هاشو نگام که حالا خونه نداشته باشه، ماشین نداشته باشه، زار زندگی نداشته باشه. میگه ثمره زندگی من ایناست، نه نتیجه انتخاب صحیح، نه غریزی. غریزی 3.5 میلیارد نر داریم، 3.5 میلیارد ماده. درست انتخاب کنید. سرتون رو درد آوردم، شرمندم، امیدوارم مفید بوده باشه. فکر کنید بچه‌ها. پس این کلاس ها رو هم ما انشالله به لطف خدا ادامه میدیم. این فرم هم که پخش کردم برای همکاری، برای هر چیزی، اگر واقعا از دستتون بره، تو رو خدا اگه وقت ندارید، نه وقت ما رو بگید نه وقت خودتونه، میالکی فرم پر میکنی، بعد هی باید تماس بگیرم بیا برو، حالا اصلاش نداره، وقت نداره. واقعا میگم من هفته 100 وقت دارم، بیشتر وقت ندارم، این کار ازم برمیاد. دروغ نگید، اینم یه نوع دروغه. یه نفر یکی پول قرض میخواست، گفت 10 تومن دستی داری بهم بده، گفت ندارم. گفت ندارم، ممنونم من باش. گفت چرا ممنونت باشم؟ گفت سر کارت نذاشتم. سر کارمون نذارید، ما اینو سر کارتون میذاریم. یه دونه از اون کیس بعدا رو میندازیم بهتون تا آخر عمرت نفهمی از کجا خورد. تعذیر در فرض امام زمان صلوات نداره.